درود به شما بینندگان عزیز شبکه تلویزیونی سفینه، برنامه فرهنگ معاصر است از سلسله برنامه ها. واقعا تای مدت های اخیر ما موضوع انتروپولوژی یا شناخت انسان را مورد بررسی قرار دادیم و در برنامه های اخیر ما مسائل انتروپولوژی را از دیدگاه متفکران غرب بررسی کردیم، از زمان یونان باستان شروع کرده تا به ابتدای عصر 20 این موضوع را پیگیری کردیم و مورد بررسی قرار دادیم. این سلسله را ما ادامه میدیم و اکنون در برنامه امروزه ما از شرق کهن شروع میکنیم که واقعا مسائل انسانی یا آنتروپولوژی را در شرق چگونه بررسی کردند در طول تاریخ، از دوران باستان شروع کرده تا به امروز. و از این سلسله امروز ما عنوانی برنامه را گذاشتیم آنتروپولوژی مردمان آریای تبار. و واقعا مفهوم مردمان آریای تبار بسیار مفهوم وسیع هست و قوم ها و خلقیت های گوناگون مشرق را در بر می گیرد. و امروز برای پهلوهای این موضوع را روشنی انداختن ما با استودیو عضوی وابسته اکادمی علم های جمهوری تاجیکستان، دکتر علم های فلسفه، پروفسور، مدیر بخش آنتروپولوژی نزد اکادمی علم های جمهوری تاجیکستان محمد علی مظفری را دعوت کردیم و من استاد را خیر مقدم میگم. و استاد، ما سلسله برنامه ها را در بابت آنتروپولوژی غرب تقریبا به انجام رسانیدیم، تا عصر 20 مورد بررسی قرار دادیم و امروز موضوع آنتروپولوژی مردمان آریای تبار. و میخواستم سرول شرح میدادید که همین خودی مفهوم مردمان آریای تبار کدامین قوم و خلقیت های در بر میگیرد و بعدا دایر به سرچشمه های اون که آنتروپولوژی آریای تباران را ما از کدامین سرچشمه های قدیم مورد بررسی قرار میدیم. تشکر. اکنون مسئله آریایی، فرهنگ آریایی به همگان معلوم است. دعوای خودی در این فرهنگ یک حصه داشتن یا که یک قسمی از فرهنگ خود را از این آغاز کردن در مردمان عالم خیلی زیاد است. لیکن اساساً مردم آریای تبار مردمانی که در حوزه آسیای میانه، فارسی زبانان، اساساً فارسی زبانان و در حوزه هند مردمانی که زندگی داشتن این پیش از میلاد، همین ها را ما در نظر داریم. و پیش از همه معیاری که ما این مردمان را تقسیم میکنیم، فرهنگ اونها را جداگانه ما تحقیق میکنیم، اینها البته از فرهنگی خیلی از نام های کتاب های مقدس اینها برمی بیاید. مثلا وقتی که ما در باره فرهنگ اسلامی میگیم، ما کتاب مقدس در نظر داریم، یا که فرهنگ نصرانی اگر گیم از انجیل، یا که فرهنگ یهودیه از تورات مثلا آغاز میکنیم. اما در همه مردمانی که در بشر هستن، فرهنگشون اساساً از کتاب های مقدس اینها آغاز می شود. بعد در اساس کتاب های مقدس رشد می کند. حتی که در باره فرهنگ مردمان آریای تبار می گوییم، ما دو یعنی فرهنگ رو در نظر داریم. اساساً برای چی؟ برای اون که اینها سرچشمه اساسیشون همه کتاب های مقدس حسابند. مردمانی که در حوزه آسیای مرکزی هستند، اینها پیش از البته از دوره اسلامی عصرهای 8 9 تا به میلاد، کتاب مقدس اینها اوستا نام دارد. بله. یعنی اوستا به معنای دستور، نامش در ترجمه هم خیلی است، دستور در این میکروسی جغرافی عصرهای آسیای مرکزی. مردمانی که در هند هستند، اونها کتاب مقدسشون ویدها نامگذاری شده است. اینها سرچشمه اساسی فرهنگ و فلسفه و علم و آنتروپولوژیش زمین ها آغاز می شود. البته وقتی که ما در باره آنتروپولوژیشون می گویم،
гарчанде ки инҳо асарҳои бо номи антропология ҳам нанавишта бошанд, ҳам мактабҳое ки дар асоси ин фарҳангҳо ташаккул ёфтанд, албатта дар онҳо ин масъалаҳои инсоншиносӣ, масъалаҳои антропологӣ ҳатман гузошта шуданд. Барои ҳамин инҳоро асосан ҷамъбас кардану дар шакли масалан яке аз номгӯиҳое ки китоб ба ҳамин ном навишта бошанд, албатта вуҷуд надорад. Локи мутафаккироне ки дар асоси сарчашмаҳои ҳамин ду асари муқаддас сухан мекунанд, албатта инҳо мавҷуданд, вуҷуд доранд. Аки хушбахтона яке аз ҳамон навиштаҳои банда ҳам ҳаст дар масъалаи антропологияи ориёӣ. Бале. Ки дар агар вақт ки бошад, фурсат бошад, дар суҳбати оянда шояд ки мо ин китобро ба ин ҷо биёрем. Хуб, ҳамон ҷо антропологияи ориёӣ. Ну, вале ин антропологияи ориёӣ, антропологияи ҳар ду бахшро, ҳар ду сарзаминро дар бар намегирад. Ин фақат антропологияи ориёӣ дар маънои масъалаҳои ахлоқӣ. Акнун барои он ки антропологияро бутун ҳама ҷанбаҳош агар мо агар таҳлил тафсир кунем, агар инҳо ҷанбаҳои зиёда аз 15 самт мешавад. Барои ҳамин дар ин китоб мо фақат бахши ахлоқиро таҳлил карда будем. Акнун аз рӯи хронологияи таърихӣ, аз рӯи қадимӣ, чуноне ки дар махасҳо ҳаст, аз ин китобҳои муқаддас, китобҳои ведҳо нисбат ба китобҳои авасто қадимтаранд. Барои ҳамин ман мехостам як чизро таъкид кунам ки вақте ки мо дар бораи фарҳанги ориёӣ гап мезанем, асосан сарчашмаи асосӣ аз ҳаминҳо мо на фақат ведҳоро танҳо гирем, на авастора танҳо, яъне дар ҷам бояд бошад. Ҳам авасто бошад, ҳам ведҳо бошад. Албатта даъвогарон бисёранд, масалан қавмҳое ки аз ғарбам ҳастанд, ки даъвои ба ҳамин ба мардуми ориёи табор мо нисбат дорем, ё ки гузаштагони мо аз онҳо ҳастанд, ин ҳам бисёранд. Масалан чуне ки шумо медонед, халқҳои славян ҳам ба ҳамин худашонро нисбат метиҳанд, халқҳои англосаксоне ки мегӯянд ҳам нисбат метиҳанд, тамаддуни юнона ҳам ба ҳаминҳо пайванд ҳаст. Барои ҳамин ин яъне сатҳи ҷуғрофӣ ин бисёр васеъ аст. Локин гарчанде ки сатҳаш васеъ ҳам бошад, ки бояд ки мо такья ба фарҳангаш кунем, ба фарҳанге ки чуноне ки гуфтем оғоз мешавад аз китобҳои муқаддас. Хуб, акнун нисбат ба китоби муқаддаси авасто, китобҳои ведҳо, инҳо қадимтаранд. Бале. Ба як ақидаи 100 сол, 150 сол онҳо пештар офарида шуданд. Ба маънои он не ки онҳо навишта шудану китобат шудану ба монанди китоб, яъне нашр шуданд. Дар ин маъно на авасто ва на ведҳо вуҷуд надоштанд. Шумо медонед китобҳои муқаддас аввал дар шакли шифоҳӣ ҳастанд ва баъд аз он касе ки масалан муаллифаш ҳисобида шавад, мумкин ки дар ҳаёт ҳам набошаду, инҳо баъдтар садсолаҳо баъдтар инҳо тариқи китоб нашр шуданд. Китобат мешаванд. Хуб, китобҳои ориёӣ ҳам ки китобҳои муқаддас чун гуфтем авасто ведҳо ҳамин тариқ ба ҳамин тартиб инҳо ҳам ба миён омаданд. Акнун ки китобҳои ведоӣ ки пештар ҳастанд, бисёр мувофиқи мақсад мебуд агар ки мо сухана аз ҳамин ведҳо шурӯъ кунем. Бале. Бале, ва воқеан баъдан таъсирпазири авасто аз ведҳо рушан мекард. Бале. Бале. Акнун инҳо андешаҳои як мардум, ҳам авасто, ҳам ведҳо. Вале дар таърих инҳо пештар, инҳо баъдтар. Агар аз нуқтаи назари забонӣ масалан бигирем, агар инҳо решаашон як забон аст, вале чӣ хеле ки мегӯянд лаҳҷа, диалекташон инҳо гӯишҳо фарқ дорад аз инҳо. Ба ҳамон гӯишҳое ки дар ҳамон замоне ки китобҳо ба тариқи шифоҳӣ гуфта шуданд, баъдтар ба ҳамон забони ҳамон давра инҳо навишта шуданд. Дар бораи ин китобҳо тафсирҳои хеле зиёд навишта шуданд. متاسفانه در کتاب های اوستا که چنانی که معرخان میگویند زیاده از 20-21 تا کتاب بود که با در پوست
حیوان نوشته شدگی با خط زرحلی نوشته شدگی از دوره اسکندر مقدونی البته اینها از بین برده شدن و 5 تا کتاب اینها باقی مانده است از روی گفته ها 5 تا که حاضرم در مطالعه هستن قرار دارند کتاب های وید ها باشند اگر سرچشمه شون خوشبختانه باقی مانده است گم نشدن اینها حالا هم از دوره ای که کتابت شدن تا به امروز هست در شماره هم اونها نسبت به اینها زیادتر باقی موندن شاید که اگر 21 کتاب می بود دستور اگر می بود خیلی دست کتاب های زیاده می بود لیکن که نیستن که 5 تا که ما در دست داریم ما از همون سه که در همین ها هست از همون ها ما یعنی اندیشه های نسبت به عالم نسبت به آدم نسبت به جمعیت اینها رو ما از همون ها می گیریم اگر اون کتاب های وید ها باشد چون که گفتم خوشبختانه همش باقی مونده است هستن حاضر چگونه تقسیم بندی در اونها هست وید ها این شکل عمومی نامی همو کتاب های مقدس اگر در شکل ترجمه بگوییم وید ها یک کلمه روسی است ویدت میگن ویدت ویدت این ریشه ای از کلمه سانسکریت است یعنی اگر که به طریق تحت لفظ اگر گوییم یعنی دیده و فهمیدن هم نگاه کردن و هم فهمیدن نگاه کرده فهمیدن انا برای همین وقتی که ما مثلا یک پریفیکس ار ایلاوه میتیم اویدیا یعنی نادانی ویدت ویدت این چیزی که میبینیم و میفهمیم و درک میکنیم انا زمین خیلی برای همین کلمه زمین معنای تحت لفظیش همین است از همین ویدها باقی موندگی است اساساً ریشه فرهنگی که دیگر کتاب های تفسیری از اینها آغاز می شوند چور نمود می شوند یعنی نام دارن ریگ ویدا ریگ ویدا یعنی مدح و ستایش با آفریدگار یکم کتابشون مدح یک گفته نسبت به آفریدگار ریگ ویدا دیومش سما ویدا نامش همی خیلی سما ویدا ریگ ویدا یعنی همه اندیشه هایی که نسبت به زندگی و نسبت به همه رسم و رسوم آریایی داشتگی در همه کتاب ثبت شدند. خب کتاب سیمش یا جور ویده همه بگیریم که دستورهایی که داره به فنهای تیب دخل دارن و پیشتر بود مثلا مسئله های جادو همش در این بود در با یک طریقی مختصر خب کتاب چهارمش اطهر و ویده اطهر و یعنی یک دستوری کاهنانی آتش اطهر ون اونها را میگن به زبان سانسکریت خب کتاب آخرینی که گویا که در همین سلسله حاضرم وجود دارد کتاب تیبی مخصوص به تیب بخشیده شده که ایور ویده ایور حیات ویده دانش. درباره حیات در مجموع هر یک کتاب مقدس از 10 تا کتاب عبارت است که اونها را به همون زبان سانسکریتی مندالا میگویند هر یک کتاب از 10 تا اگر در مجموع همشون رو گیریم اگر میشود 50 تا کتاب حاضر در زمان حاضر اینها البته کفتگاوی آرکیولوژی شده است اینها رو پیدا کردن مضمونشون پره کردن از تیازمون متنهای اوله دریافتن حاضر همش وجود دارد اینها تا حتی اینها به زبانهای دنیا هم ترجمه شدن اساسا به زبان انگلیسی همه اینها ترجمه شده است به زبان روسی هم ترجمه شده است به زبان آلمانی با پیش از زبان انگلیسی ترجمه شده بودند پیش از زبان انگلیسی و پیش از زبان آلمانی به زبان لاتینی اینو برگردانده شده بودند و کسانی که در مسئله زبانشناسی تدقیقات بردن مثلا به مانند گومبولد و دیگران اینها از ادبیات همون و بسیار پره استفاده برخوردار هستند استفاده بردن انا که اینها در مجموع چنانی که ما میبینیم این مسئله های بسیار وسیر در بر میگیرند نه تنها مسئله های انتروپولوژی مسئله های اجتماعی همه مسئله ها در اینها هست وجود دارد مسئله های علم های طبیعت شناسی طبیعت در اونجا هست
مسئله های علم های جمعیت شناسی هست که در قانون منو میگن با اثر های مخصوص، تا حتی مسئله های من ارکیتکتور هم تا حتی در اونها هست، مسئله های تیپ پره هست در اونها، مسئله های ماتماتیک هست، اینها همه مسئله ها در اونها مطرح شده است. اکنون دایر به همین نسبت به همین 50 اثری که در همه همین وید ها وجود دارد با تفسیر نوشته شده است، یعنی شرح تفسیر وابسته به همین ها. اون چیزی که شرح تفسیر به اینها نوشته شده است اونها با نام دیگر دارند، نام اونها اوپانیشاد ها. اگر در ترجمه گوییم اگر اوپانیشاد در ترجمه یعنی در نزدی پای استاد نشستن و پند و حکمت وی را گوش کردن، با کلمه یک کلمه سانسکریتی میشد اوپانیشاد، در پیش پای استاد نشستن و پند و حکمت وی را شنیدن. این کتاب هایی که همچون کتاب های تفسیر شرح تفسیر با اینها نوشتن 55 جلد، 55 تا اثر. اناکنون کتاب های اساسی همون وید ها، کتاب های تفسیری با اونها، کتاب های اوپانیشاد ها. اکنون یک خصوصیت در تفکر مردمان آریایی همین بود که همه کتاب های مقدس به نهایت نفوذشون بلند بود، بسیار بلندی بود که کسی که بعدتر، متفکری که بعدتر پیدا می شود خودش را همچون مؤلف یگان کتاب نمی شمرد، خودش را همچون تفسیرگری همه کتاب های مقدس. تا حتی همین اکنون مؤلفی 4-5 تا وید معلوم نیست، اکنون از روی خرنالوگی تاریخی اونها بسیار قدیم خودشان، مثلا مردم این بسیار قدیم حساب میکند که این پیش از هرمسیا، پیش از اورفیا، پیش از یهودیا، پیش از نصرانیا، اینا همش پیشتر وجود داشتند. البته چون که میگن همه وقت مردمی که مثلا عقیده دینی دارد البته اونها رو کتاب الهی میگویند، چون که در همه دین ها فرهنگ ها هست، همی خیلی میشمارن ها که اینها اثبات میکنند که چیزی که کتابی که فرهنگی که یا که کتاب مقدسی که آفریده شدگی است، ما دعوای اون میکنیم که کتاب الهی است، باید که مؤلفی با نام نداشته باشد. با یکون کس ما باید نسبت داده نتونیم که گوییم که مثلا این هست، چونه که مثلا در دین های سومی هست که مثلا عیسی پیغمبر هست، موسی هست، اینها همچون مؤلفون، در اونها مؤلف معلوم نیست، نامش نیست، یعنی برای همین نامش مورن که کتاب الهی، بعد که این اندیشه‌هایی که در این کتاب هستن تکرار شونده هستند، مؤلف نیست، هیچ وقت مؤلف نداشتن و معین کردن تاریخ پیدایش اینها هم همه وقت یک سوال باقی میماند که کی اینها پیدا شدند. اناکنون اوپانیشادها مؤلف دارند، یک چند اهل حکمتی که در همون زمانه زندگی میکردن اونها تفسیری نوشتن به همه همین 5 کتاب مقدس تفسیری نوشتگی. اناکنون وقتی که تفسیر که زیاد که میشود، تفسیرگران زیاد که میشود و شماره تفسیر که از پنجاه کتاب زیادتر، 55 کتاب اوپانیشاد که میشود، مسئله فهمش مضمون اساسی خود امین ها بسیار زیر شبهه میافتد که تفسیری کدام مؤلف رو ما داریم، مثلا به همون ریگوید و سماوید و یجوروید و یک اتهروید ما قبول کنیم، بایش اساس قبول کنیم. اساس قبول کنیم. این بحث مناظره های این صد ساله ها دوام میکنند، این مسئله صد ساله ها دوام میکنند. بعد از این یک متفکر با نام بدرایان پیدا میشد در عصر دوی پیش از میلاد، در عصر دوی پیش از میلاد پیدا میشد، میبیند که تفسیرگرا خیلی زیاد نوشتن از این کتاب ها، هم با تفسیرها بغض این تفسیرها با تفسیرها جداگانه دومین درجه نوشته شدگی. اکنون میخواهد که اندیشه های اساسی که در کتاب های مقدس گفته شده است این را باید که برقرار سازند.
همه این کتاب ها من 55 قدیب 100 چند جیل می شود. اینها را گرفته در یک کتاب، در یک کتاب در 99 صحیفه تایفه یک کتاب در 99 صحیفه همشه مطرح میکند، همشه با طریق یک کلمه در زبان سانسکریت است، سوترا. سوترا معناش همی که یک اندیشه که در رشته در زنور اوخته شده است و بسیار عمیق بسیار دقیق است، همین است سوترا میگن. همین ها را گرفته در 99 صحیفه کتاب، همین ها را تفسیری با بخود خاصی بمانند همین یک پند و حکمت مشخص ها هست که به همین طریق اینها با کتاب می نویسد. یعنی می گوید که جوهری همونها فشورده کرده، فشورده کرده. چنون اگر فکر کنید که همین کتاب را فشورده کرده در 99 صحیفه باید می کند، حتی که در 99 صحیفه هم باید می کند خلاصه می کند که همه فکر اندیشه آریایی که نسبت به تمام موجودات مخلوقات عالم گفته شده است در همین تفسیر ثبت شده است. وقتی که میخوانند این تفسیر رو، عموما تفسیرگرها همه خیلی وای میشوند که یا که این رو قبول کنند، این رو قبول کنند، یا که گفته هایی که در همه اوپانیشادها است. برای قبول کردن این البته خاطری هیچ کس یا که ذهنی هیچ کس هم نمی رسد. بعد در عصر 6 میلادی یک مکتبی پیدا می شود که مکتب آخرینی یعنی نام دارد وید انتا، جنبست وید ها، یک کتاب در 999 صحیفه رمزی است. این 99 صحیفه در 999 صحیفه کتاب می نویسد. اون کتابی که اون نوشتگی بود، کتابش نامش اون در 99 صحیفه برهما سوترا. سوترا یعنی اگر که به زبان دیگر گیم یک آیته که در رشته در زنور کشیده شدگی، یعنی برهما سوترا یعنی صفت خدایی، خدایی صفت آفریدگار نامش برهما. به زبان سانسکریت برهمن این خدا رو میگویند، یعنی ما الله میگوییم اونها برهمون میگویند. انا اکنون این شخصی که فیلسوفی که آخرین کتاب می نویسد، این می نویسد نامش تفسیر به برهما سوترا، یعنی تفسیر به همو کتاب الهی بدریان می نویسد در 999 صحیفه. این چنان فهمو چنان به منطق اساس کرده، چنان پیدر هم چنون منطقی، چنون به زبان فلسفی به آخر میرساند که تمام به گفته خودش، به گفته با تفسیرگران بعد، که همه اندیشه های 105 کتاب با کتاب 99 صحیفه برهما سوترا بدیان همش در اینجا تفسیر دادگی شده است که باید که یگان کس یگان تفسیری دیگر، یعنی دیگر برای چیز دیگر نیاز باقی نمیموند، نیاز نمیموند، باقی نمیموند. بعد همین مکتبه اینها اعلان میکنند مکتبی با انجام رسی اندیشه ویدها، مکتبی با انجام رسی اندیشه ویدها با نامی با کلمه سانسکریت وید انتا، ویدها با اتمام رسید، ویدها با اتمام رسید. انا اکنون در عصری پنج، در عصر دو، از آغاز عصر دو این طرف سر کرده، در اساس همون ویدهایی که گفتیم 45 وید و 5 وید و 50 کتاب، در اساس اوپانیشادها، در اساس اونها مکتبهای فلسفی به میان میآید. انک مکتبهای فلسفی که به میان میبیاد در اساس همین کتابها، اکنون این ویدانت گفتیم آخری مکتبی آخری است، در اساس اینها پیدا میشد مکتب‌های اساسی بودن که یعنی مرادف اونها در فلسفه یونان از پیفاگور آغاز شده، لکن اینها هر کدامش از روی کرونولوژی تاریخی 100 سال 200 سال پیشتر است از مکتب‌های فلسفی یونان، یونان پیشتر است. ولی همه مسئله هایی که در مکتب‌های فلسفی یونان گفته می شود
همه اینها در مکتبی الهیده بود. مثلا در یونان میدونید که ارسطو هم مؤلف منطق است، هم مؤلف فلسفه عمومی است، مؤلف متافیزیکا است، مؤلف اثرها، مؤلف متدولوژی است، روانشناسی است، همش در یک در شخصیت یک مؤلف. اینها همه سمت‌های علمی و فرهنگی همون زمان ها را هر کدامشون مکتبی مخصوص بررسی کرده است. مثلا در ارسطو ما مکتب منطق، مکتب نه، اندیشه های منطقی ارسطو هستند. خب اگر مثلا اثرهای افلاطون ما دخالت نکنیم، در اینها مسئله های منطق مکتبی که مؤلف دارد، مثلا مکتب منطق به زبان سانسکریت نیایا، یعنی منطق. بسیار اثرهای خیلی زیاد نوشته شدن در باره طریقی مقایسه آموختن منطقی کانت و منطقی همین مکتبی نیایا. نیایا خودش در ترجمه منطق می شود. خب این یک تاشون. شما می دانید که اساس ماتریال اندیشه های ماتریالیستی از اتم شناسی یونان آغاز می شود. مؤلفش دیمکریت، 200 سال پیش از دوره دیمکریت در اینها مکتبی اتم شناسی مستقل موجود بود در برابر مکتبی منطق شناسی. منطق مکتبی اتم شناسی با نام سانسکریتی است، وایشیشیکا مثلا در ترجمه گیریم اگر فلسفه تفاوت از چی گرفتگی؟ رمزی گرفتگی که اتم ها که مثلا یک چیزی هستن، ذره چی هستن که از هم دیگر یک ماده از دیگرش فرق میکنند. یک ذره چی همین اتم از دیگرش فرق میکنند. البته فرق کردن اینها اندیشه های عجیبند در شکل اگر در با طریق مقایسه آموزیم، اگر مثلا میتونید که میدونید که دیمکرین میگفت که ذره چه ها هر یک ذره چه اتم از هم دیگر فقط در شکل بیرونه تفاوت دارد، لیکن در ساختار داخلی تفاوت ندارد. مؤلف این اتم شناسی این با نام متفکر کانادا میگوید که این پیشتر میگوید که اتم ها نه تنها از ساختار بیرونه بلکه از ساختار درونی هم ترکیبشون از همدیگر فرق دارند. البته در این امروزه گفته کانادا درستر است، اتم شناسی امروزه درستر است که نسبت به مثلا گفته دیمکریتی در اونجا. این مکتب جداگانه. خب در یونان مکتب ماتماتیکا همچون مکتب الهیده جداگانه فقط در اندیشه های پیفاگور است، که گیامتری و الگبرا و ماتماتیکا را هم ببینیم. اینها مکتب مخصوصی ماتماتیکا وجود داشت که با نام سانکخیا می شود، یعنی ماتماتیکا، اریفمتیکا، مکتب مخصوص می شود. این انا اکن اتم شناسی بود، منطق شناسی بود، انا ماتماتیکا بود. در برابر این همه اون چیزی که در کتاب دومی سماوید گفتیم در مکتب فلسفی میمانسا در اساس همون سماوید یک مکتب مخصوص، مکتب اینا همش مکتب مخصوص فلسفی هستند که تشکر یافت که همه عرف و عادت و رسم و آیینی که در دوره ویدها بود اینها را در رشته در نظم فلسفی با دلیل با برهان اینها اثبات کرده که من همه خیل سبب من این عرف و عادت، سبب من این از چی می بیاید، از کجا سرچشمه می گیرد و از همه مهمش برای چی. انا آمده تا حتی مکتبی ماتریالیستی که ما میگیم که فلسفه ماتریالیستی این نو با وجود آمده، نه، مکتب ماتریالیستی در فلسفه هند با نام مکتب چارواک ها وجود داشت. که مثلا ما وقتی که در باره تاریخ ماتریالیسم میخونیم، در شرق مکتب مخصوصی ماتریالیستی چارواک ها وجود داشت که در برابر همین وای ها بود، در برابر خود این مکتب های دیگری که نامبر کرده گیم وجود داشت. انا که اومده این در آخر
جامع همه امین ها در همو اندیشه هایی که ما در ویدان تا گفتیم که جمع بست می شود و دیگر به همین بیان خلاصه میان که آن چیزی که در کتاب های مقدسی اول گفتن، در اوپانیشاد ها گفتن، در مکتب های فلسفی که تکیه به همون کتاب ها کردن جمع بست خاتمه یافت. دیگر اندیشه نوین در مضمون مندرجه ویدها دیگر باید نشود و باید که این یک گویا که یک برگشتی بود برای آشکار ساختن معین کردن اندیشه های اساسی ویدها که خلاف دیگر نشود. اون تفسیر و عقیده هایی که اوپانیشادها را و ویدها را سرچشمه هر خیله تفسیر میکردن خاتمه یافت و گویا که این مکتب به هر حال همی خیر میگن که این مکتب مکتبی است که از ویدها سرچشمه میگیرد، خلاف اوپانیشادها نیست، اندیشه های برهماسوتر بدرایان را هم به انابت گرفته است و شش مکتب فلسفی را آموخته، آنها را هم به یک خلاصه معین کرده، از اینها از تفسیر دیگر باید که دست باید کشید. بعد از آن که در عصر 20 نئوویدانتیزم میگن که وای میشود با تفسیر مینویسند، بسیار متفکرانی بزرگ دارند، ولی هر کدامش که در وقت شرح تفسیر ویدها میکرد با بر میگردد به همون ویدها، با همون رو تقویت با ویدانتا همون رو با تقویت میکنه، لیکن سخنی نو گفته نشده است نمیگویند. و اینها هم تاکید میکنند که هر متفکری که اندیشه های وی از ویدها سرچشمه میگیرد، وی باید خود را متفکری نابغه یا که نوین مؤلف نو نشمارد، وی فقط داند که وی تفسیرگری ویدهاست و بسته. انا همین اندیشه ها تا به امروز آمده. انا اکنون مسئله های انتروپولوژی گفتیم، اینها چنانی که دیدید در این سرچشمه از درون هر یک کتاب مقدس اینها را برآورده با یک ترتیب معین این اندیشه ها را همچنین انتروپولوژی اینها را پیش بینی کردن در کار. اینها اگر که وقت باشد، اگر در بررسی آینده، بله وقت تشکر زیاد استاد لاموخیان، اندیشه انتروپولوژی ما یک برنامه دیگر میکنیم و من فکر میکنم که البته از این قسمتی که امروز ما مورد بحث قرار دادیم خیلی مهم بود، چون اگر واقعا سرچشمه های بیننده عزیز درک نکند که این حرف ها از کدامین سرچشمه ها به وجود میوند، و از جانب دیگر وقتی که ما خودی همه فرهنگ آریایی هم میگویم، به ندانستن این همه کتاب هایی که همه جنبه های حیاتی اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و معنوی مردم رو دربر میگرفت، ما نمیتوانیم بوستم با انتروپولوژی هم دست نیم. و فکر میکنم که بیننده عزیزی ما از این اطلاعات یک چیزی دریافت که واقعا مردمان ما هم خیلی مردمان صاحب تقدم هستند، یعنی قدیمیت خیلی زیاد دارند و هنوز یعنی قبلتر از فرهنگ های دیگر و مردمان دیگر اینها با آموزش طبیعت، با آموزش خود، با آموزش حیات، با آموزش واقعا پدیده های اطراف شروع کردند و در برابر اینها یک مکتب های مخصوص داشتند و این تقدمیت تاریخی در حافظه این مردمان ثبت شده است و فقط امروز وظیفه هر کدام ما این است که همین حافظه تاریخی دوباره زنده کنیم و مردم رو در یک روحیه واقعا سازندگی، بنیادکاری و از جانب دیگر فراگیر بودن، صاحب دانش بودن، صاحب خرد بودن تربیت کردن است. و امید میکنم که در برنامه های بعدی حتما ما پهلوهای انسانشناسی این مسئله رو دوام خواهیم داد. و بیننده عزیز، من به شما تمنا میکنم که واقعا به دانستن تاریخ گذشته خود، به اون که ما
دانیم که اصالتی ما تا کجا است و تا کجا گذشته های ما فراگیر بودند و چی دانش و چی اندیشه داشتند. ما نمیتوانیم که خود را هم شناسیم و آینده را هم معرفی کنیم. و واقعا برنامه امروزه یک نوع جواب بود با آنهای هم که گاه تاریخ ما را فقط منصوب به هزار ساله آخر میدونند و این یک نوع خودباختگی و خودبیگانگی است. چرا؟ چون مردمان ما نه تنها در این هزار ساله آخر صاحب حرف، صاحب کتاب، صاحب فرهنگ بودند، یعنی اینها یک مردمانی هستند که خیلی تقدمیتی به سابقه دارند در تاریخ و صاحب یک دانش های بسیار زبردست هم بودند و این آگاهی را هم باید داشت و اون به اون سرچشمه ها هم باید به نظر واقعی و به نظر پژوهشی و به نظر فرهنگی نگریست. روز و روزگار شما خوش و خوشایند. خیرد یار و مددگار شما. پوینده با تاجیکستان عزیز. بدرود. تا درود دیگر.